سلام. چند وقت پیش رفتم بیرون و یه پیاده روی نسبتاً زیادی داشتم، از اینکه مثلا 3 ساعت 4 ساعت سرجم پیاده روی داشتم و تو گرما و اینا. وقتی برگشتم خونه دیدم پام تاول زده به این گندگی. حالا این تاوله داستانش چیه و چرا زده؟ کلا میخوام راجع به تاول صحبت کنم. البته تاول خب یه بحث پزشکیه، من فقط دارم تجربه های خودمو میگم. ببینین امثال من که پوتین میپوشین، پوتین وقتی نوعه و باش پیاده روی زیاد نکردی، هنوز جنسش در واقع بدنش فرم پا رو نگرفته به خودش، و وقتی این فرمو نگرفته فشار میاره، یه جاهایی از پا رو میزنه و باید هی آروم آروم باشه پیاده روی های ریزی بکنیم. بعد که فرم پامونو گرفت میتونیم باش مسیرهای طولانی تر بریم. و من هم این مدت هرچی پیاده روی کردم با کفش کوه بوده، یعنی واسه پیاده روی هم رانینگ نمیپوشم، کفش کوه میپوشم، چون جاهایی هم که میرم بیشتر حالت کوهستانی داره. خلاصه این کفشه بنده خدا کلا مثلا 10 قدم راه اومدم باش دوباره در آوردم توی این ماه. حالا نه 10 قدم، 100 قدم و در آوردم، فرم پامو نگرفته. یه علت این تاوله این بود. یه سوتی دیگه ای که من دادم این بود که میدونستم اون روز میخوام برم بیرون و مثلا از 6 و 7 صبح بیدار بودم، ولی گذاشتم ساعت 10:30 که میخوام برم بیرون، ساعت 10 رفتم حموم اومدم. 10 میری حموم میای، کلن پای تو هوایی نمیخوره که خوشه، رطوبت پات بالاست و همونو جوراب پات میکنی، تو پوتی میبندی، این پای رطوبتش بالاست و تاول دقیقا از چی ایجاد میشه؟ پا عرق میکنه یا خیسه یا هرچی، و این هی حالا جورابه مثلا فیکس چسبیده به کفش و روی پوستت بازی میکنه. وقتی هم که رطوبت داره عرق میکنه پا، یا اینجوری مثلا از حموم میایین هی روش راه میرین، این باعث میشه که هی پوستو اینجوری اینجوری انگار داره فشار میده و میچلونه و نمه نمه این تاول میزنه. پس درستش این بود که میذاشتم یک ساعت قبل اینکه برم بیرون از حموم میومدم بیرون، یعنی خیلی باید زودتر صبح، اول صبح باید همون همون میرفتم که پام مرطوب نباشه وقتی جوراب پام میکنم. یه کار دیگه ای هم که معمولا میکنم تو اینجور روزایی که میدونم قراره خیلی جاها برم، خیلی کار رو بکنم، میشه کرد. مثلا اسباب کشی داشتم، من از مثلا 6 صبح پوتین پام کردم تا 2:30 شب، همه جا کلم اینجوری، یعنی هیچ جایی تو طول روز این کفشه در نیومد و پامم مشکلی براش پیش نیومد. یه فوت کوزه‌گری هستش به خصوص تو تابستون که ببینین این عرق کردنه باعث تاول میشه. از اون ور اسپری زیر بغل که دئودورانت داره یا ژل زیر بغل فرقی نمیکنه، فای پودری نباشه ترجیحاً، اگه اسپری اونو اگه شما بزنین به پاتون، حالا درست خوشبو هم میشه ولی واسه بوش نیست، برای اینه که پا عرق نکنه، که عرق سوز نشه، که تاول نزنه. اینو اسپری من هر از گاهی میدونستم خیلی روز سنگینی دارم، قبل اینکه جوراب بپوشم یه اسپری دئودورانت دار میزدم به پام و این کمک میکنه که به خصوص این گوشه های پا، جاهایی که میدونین احتمال داره تاول بزنه، اونجاها وقتی دئودورانت روشه دیگه عرق نمیکنه، اونجا خشک میمونه و کمک میکنه که اصلا پا تاول نزنه. یه سری جوراب هم هست که حالا من هنوز نفهمیدم دقیقا جریانش چیه. میگن جوراب نازکتریه که رطوبت ازش رد میشه، ولی خب با جوراب نازکی که رطوبت ازش رد میشه هم پام تاول زده. من نمیدونم اونا قصهشون چیه، خیلی وقت هم اصلا پوشیدم، ولی این هم هست، حالا گوشه ذهنتون باشه که یه جورابایی هم هست که رطوبت ازش رد میشه و نمیذاره چیز کنه، که البته به درد پوتین هم فکر نکنم بخوره، بیشتر به درد کفشایی میخوره که تنفس داره، بسته و کیپ نیستش مثل پوتین. اما حالا تاول که زد بعدش قصه چیه؟ خب درد میکنه، میسوزه، فلان، آدم میخواد روش را بره، یا اصلا این کیسه آبو که آدم میبینه بهش دست میزنه آدم انگولک میشه باش بازی کنه، ولی کار درست اینه که بهش به هیچ عنوان نباید دست زد، اصلا نباید بذاریم اون مایه خالی شه. یه وقت هستش میرین دکتر و این داره یه فشاری میاره، یه حالت عجیبیه، خودشون با وسایلی که دارن خالی میکنن اون مایه رو، که خب تبعات بعدیش هم داره ولی اولویت به خالی کردنشه دکتر تشخیص میده.
اما دکتر میدونین داستانش هم بگم که خودتون خواستین چیز کنین، داستان اینه که یهو میبینی مثلا این زیادی باد کرده و داره یه فشار عجیبی میاره، نه اینکه حالا باد کرده یه چیز غیر عادیه، هی داره بیشتر چیز میکنه و داره مثلا یه بلایی سرمون میاره، یا مثلا طرف دیابت داره، حتما باید یه سر به دکتر بزنه یه تاول جدیه داستانش. اما خودمون اگه دیدیم آقایم همچین پرباد وایستاده فلان بهمان، ترجیحاً تا جایی که میتونین نباید بذارین این پوستیه که مرده و روشه، اون نباید بذاریم آسیب ببینه هیچ جوره که سوراخ نشه و این آب خالی نشه. این آب یه جور مثل سرم طبیعی بدن میمونه که روی اون پوست زیری قرار میگیره و کمک میکنه اون یه تیکه آلودگی نداشته باشه، عفونت نکنه، آسیب نبینه پامون، و اون پوست مرده‌ای هم که هست روش اون هم باز محافظت میکنه، همین آب نگه میداره و از اون ورم آلودگی وارد پا نشه. یعنی قشنگ یه قصه ای درست میکنه واسمون. حالا درسته اون پوست مرده است و اون زیر قراره پوست جدیدی ساخته بشه، اما این پوست جدید به شدت احتیاج داره که تمیز نگه داشته بشه، احتیاج داره که همون سرم روش باشه و روش کامل بسته باشه که هیچ جور آلودگی واردش نشه. حالا فرض کن ما اینو سوراخ کردیم، اولا که اینو سوراخ کنی پوست کج و کوله میشه و خیلی راحت کنده میشه اون پوسته و کاملا دیگه میمیره. زیرش هم که پوست نیست، در واقع داره لایه زیری پوسته که قراره یه پوست روی بسازه، تازه چند روز طول میکشه، حالا بسته به نوع بدن و شکل زخم و اینا آدم با آدم متفاوته، ولی چند روز طول میکشه تا این ساخته شه. طی این چند روز وقتی اون پوسته نیست دیگه جوراب پات میکنی، پات ممکنه عرق کنه، آلودگی دیگه از کفشت بیرون هرچی بره و باعث عفونت شه، باعث زخم دردناکتری بشه، حتی خیلی دردناکتر از اون تاول و آسیب میزنه. خلاصه بهترین کار اینه که الان دقیقا گذاشتم چند روزه سعی کنم راه نرم زیاد و الان دیگه اون پوست خابیده، یعنی دیگه هیچ مایه زیرش نیست، دیگه دردی نداره به اون صورت، پوستم برگشته سر جاش و اون زیر که یه پوست جدید آماده ساختن شد ساخته شد، این یکی پوست رویی خودش کم کم خوش میشه و اصلا جدا میشه خودش. همون اینا که میریم قشنگ تیکاش دیگه ور میاد و یه پوست مرده است دیگه، سرش پوست دیگه ساخته شده. واسه همین اصلا لازم نیست کاریش کنیم، فقط لازمه که انگولکش نکنیم، بذاریم تو جای ممکن حالت طبیعیش باشه تاوله. بیشتر از این سرتون درد نمیارم، تاول نزنین. امیدوارم تاول نزنین. دوستتون دارم تو پادکست بعد. خدافظ.